میکنید به زنگ زدن، مثل که از قبل دو تا خط داریم، خط یک خانوم یا آقای صادقی بفرمایید. خواهش من رو خط دارم صحبت کنم. بله بله رو خط هستید بفرمایید. بله من سلام میکنم خدمت آقای دکتر ارفانی و آقای دکتر افتخاری و همه بینندگان عزیز. از سر استکهلم تماس میگیرم در رابطه با همین تظاهراتی که بعد رژیم استبدادی یا دیکتاتوری اسلامی میخواستم صحبت بکنم. من در واقع یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات هستم و میخواستم از اینجا با تمام عزیزان و هموطنان آزادی خواهی که دارم صدای منو میشنوند ازشون بخوام که این حرکت رو دنبال بکنن و حمایت بکنن از همه ایرانیان که داخل ایران هستن و توی این تظاهرات ها شرکت بکنن، مثل همه شهرهای دیگه که تو تلویزیون همیشه اعلام شده. و میخواستم من این رو بگم که این حرکت کاملا خودجوش هست، همونطور که آقای ارفانی در صحبتشون فرمودن، یه حرکتی هست که میخوان مردم با هر عقیده و هر ایدئولوژی در کنار همدیگه قرار بگیرن و اعلام همبستگی بکنن با این رژیم مستبد. و همه ماها خواهان سرنگونی این حکومت مستبد هستیم و از خارج از ایران میخوان اعلام همبستگی بکنیم با مردم که در داخل ایران هستن، که همطور که صحبت قبلی عنوان شد که چهار خواسته اصلی که این خواسته اصلی مردم ایران هستش در داخل، که همون آزادی کلی زندانیان سیاسی، نگفتن به هر گونه اعدام و وضعیت معیشت مردم و نگفتن به حجاب اجباری هستش. من از همه عزیزانی که اینجا از اینجا صدای منو دارن میشنون ازشون میخوام که بیان خودشون رو برسنن به هر کدوم از این مراسم که تظاهرات هست، 9 فوریه بعد برابر با 20 بهمن 1392 هر کسی که میتونن حضور پیدا بکنن و اعلام همبستگی بکنن با مردم داخل ایران. خانم صادقی شما فرمودید از کل تماس بگیرید. این تظاهرات بله، این تظاهرات در کل چه ساعتی نظر کل آن کرد؟ استوکهلم. بله بله من از استوکهلم تماس میگیرم. همون شما تلفن من هست بسونده پایین که شما رو اعلام کردید. بعد این رفت ساعت یک یعنی 13:15 9 فوریه در میدان اصلی شهر استکهلم میدان سرگل برگزار میشه. بله بله. و من خیلی خوشحال هستم که اینجا تونستیم از هر عقیده و ایدئولوژی با هم دیگه صحبت بکنیم، هماهنگ بکنیم، برنامه هم که اون روز در میدان شهر ما با هم حضور داریم. بله بسیار سپاسگزارم از تماستون و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. موفق باشید و درود به همت شما. خیلی ممنون.